امنیت خودشونه. یعنی چون یه گروهی دارن منافع مادیشون تأمینه. ما خیلی اعتراضات داریم، ما به صندوق جام جم اعتراض داریم، ما به سریال هایی که بدون کیفیت میلیاردی داره هزینه میشه اعتراض داریم. آقای شهریاری به ما میگه آقای سرافراز اگر مجبور به استعفا شد به خاطر مسائل مالی این اتفاق افتاد، چون با کمبود پول مواجه شد. دروغه. اگر آقای سرافراز به خاطر مسائل مالی برکنار شد، چرا وقتی ایشون رفت مجدداً تمام نیروهایی رو که بیرون کرده بود برگردوندی؟ چرا جام جمعی رو که خلاصه کرده بود یکی کرده بود دوباره جدا کردی؟ چرا شبکه هایی رو که ادغام کرده بود دوباره جدا کردی؟ خب هر آدم عاقلی میدونه سه تا شبکه بیشتر از یه شبکه پول میخواد. درسته؟ اینه که ما دوشنبه دیگه تعطیله. خب سه شنبه میایم. دوشنبه آینده تعطیله. ما با قدرت، با تعداد نیروهای بیشتر و با ادله بیشتر دوشنبه بعد اینجا جمع خواهیم شد. نه همش وال سرومن، نگاه نه سرومن، فقط نیدلاشو انداختن توی سفتی باکس، بقیهش هست. بازم افونی حساب میشه. کی گفته این افونی نیستن؟ اونی البته تقصیر اینا نیست آقای مکوندی، اونیه که اینه که تفکیک زباله میکنه از مبدع. کدوم مال کدوم بیمارستانن اینا؟ به حجم زباله های عفونی که اینطوری ریخته شده تفکیکشون کردن با پلاستیک و بقیه چیزا. حتی سفتی باکس هم اینجا هست. حتی خون هنوز داخل سرنگا مشخصه. وتعدى الخط الاحمر رحم الله وجهك وكجس سلامتك قبل الله من البيوت 28/2/99 معترضان طرح فرسوده ثبت نامی های سال 95 و 96 زحمتکشای عرصه امر و نهی معترضان طرح فرسوده مقابل شرکت سایپا دیزل ثبت نامی های سال 95-96 که متاسفانه تا حالا ماشیناشون رو تحویل نگرفتن به دلیل بدعهدی شرکت سایپا دیزل. معترضان طرح فرسوده ثبت نامی های سال 95-96 که متاسفانه تا حالا با بدعهدی سایپا دیزل ماشیناشون رو تحویل نگرفتن.
گفتم از این خراب شده بیا بیرون. گفتید برو شکایت کنید، رفتیم حکم گرفتیم. ما را 3 سال فرستادی دنبال نخود سیاه. از این خراب شده بیا بیرون، تکلیف ما را معلوم کن. ماشینا را